در آستانه ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی شیرازی در درس خارج فقه خود در شهر مقدس قم بیاناتی را ایراد فرمودند. مرجعیت شیعه در تلیعه سخن ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با تلاوت آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه فرمودند، در این آیه خدای متعال تمام بشریت را مخاطب قرار داده و فرموده است از رسول خدا الگو بگیرید. این خطاب تنها به مسلمین اختصاص ندارد، لذاست که در حکومت پیامبر اسلام غیر مسلمانان زیادی زندگی می کردند و در مقایسه با زمان حکومت ابو سفیان و کفار زندگی بهتری داشتند. معظم الله ادامه دادند، از آنجا که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبری از جانب خدای متعال برای تمام بشر هستند، شکی نیست که باید تمام بیش از 7 میلیارد انسان روی زمین به سوی اسلام ارشاد شوند. مرجع عالی قدر معرفی سیره پیامبر اکرم را واجب کفایی خواندند و فرمودند، اگر برای معرفی و تبلیغ سیره آن حضرت افراد کافی وجود نداشته باشند که وجود ندارند، بر همگان واجب می شود تا در این مسیر به اندازه قدرتشان حرکت کنند و سیره پیامبر اکرم که مقدمه وجود است را به جهانیان برسانند، آن هم به گونه ای که بلاغ مبین تحقق پیدا کند و غیر مسلمان ها به این باور برسند که ایشان بر حق هستند. معظم الله ادامه دادند، این آموزه قرآن کریم است که تبلیغ باید به مقداری باشد که شخص جاهل به باور برسد و آنگاه خواه اسلام را قبول کند خواه نکند. پذیرفتن اسلام بر عهده خود اوست و در پذیرش اسلام اجباری وجود ندارد. وظیفه ما تحقق بخشیدن به بلاغ مبین است. مرجعیت شیعه به بهره‌گیری از تمام وسایل در راه تبلیغ اسلام تاکید کردند و فرمودند، بله، این امر بیش از دیگران بر عهده عالمان و حاکمان است، چرا که علم و قدرت در اختیار آنان است. باید تاریخ صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به تمام جهان و تمام مردم به هر زبانی برسد. در این امر باید از هر وسیله‌ای مشروع، اعم از قلم، سخن، وسایل ارتباط جمعی و غیره استفاده شود. ایشان همچنین استفاده از قرض را در تأمین مالی فریضه تبلیغ دین متذکر شدند و ادامه دادند، بنا به فرموده علما همان گونه که تأمین نفقه همسر بر مرد واجب است و اگر در این راه ناتوان بود می تواند برای تأمین نفقه همسرش قرض کند، برای مسئله تبلیغ دین هم این امر صادق است. چه ایرادی دارد که در این راه قرض گرفته شود؟ معظم الله در ادامه درس خارج فقه خود به دروغهایی که در تاریخ به پیامبر بسته اند اشاره کردند و فرمودند، در روزگاران گذشته امکان زدودن اتهامات و اکاذیب از چهره تاریخ پیامبر وجود نداشت و یا مجال اندک بود، اما در حال حاضر این فرصت وجود دارد تا سیره صحیح ایشان به عالم رسانده شود و برای این امر منبه الکفایه وجود ندارد. این وظیفه همگان در هر مکانی است. ایشان به بیان نمونه‌ای از عملکرد پیامبر در مقایسه با آنچه دیگر حکام عمل کرده اند پرداختند و فرمودند، در تاریخ آمده که وقتی لنین بر سر کار آمد، یک ماده قانونی برای مزارع تصویب کرد و برای اجرای آن 5 میلیون انسان را به کام مرگ فرستاد. این عملکرد را در کنار سیره پیامبر صلی الله علیه و آله قرار دهید. ایشان هزاران حکم الهی را اجرا کردند، اما یک نفر را برای اجرای آن به قتل نرساندند. چه کسی باید به مردم برساند که پیامبر ما قوانینی آوردند و برای اجرای آن حتی یک نفر را به قتل نرساندند؟ مرجع عالی قدر با اشاره به وضعیت حکومت‌های اسلامی در این زمان بیان داشتند، حکومت‌های اسلامی عصر ما از سیره پیامبر اکرم دور هستند. اگر خراب نکنند آباد نمی‌کنند. از آنان توقعی نیست، اما سایرین باید به وظیفه خود عمل کنند.
عمل به این وظیفه در عصر ما واجب عینی است تا زمانی که عمل به سیره قرآن و اطاعت به عنوان مقدمه وجود تحقق یابد. معظم الله در بیان نمونه ای از سیره امیرالمومنین علی علیه السلام به جذابیت آن برای جهانیان اشاره کردند و فرمودند در تاریخ آمده است که امیرالمومنان علی علیه السلام دلیل زهدشان را اینگونه بیان کردند: ان الله عز وجل فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس. خدای عز وجل بر حاکم اسلامی واجب گردانده که همانند ضعیفترین مردم جامعه باشد، یعنی حاکم اسلامی باید خوراک و پوشاکش همانند تهیدستترین افراد جامعه باشد. اگر این آموزه به جهانیان برسد آنان هدایت خواهند شد. امیدوارم به این وظیفه در حد بلاغ مبین عمل شود.